اعتصاب و تظاهرات بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. 11 روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز. تجمع غارت شدگان کاسپیان در مشهد و رشت. خبرگزاری فرانسه: 150 تن از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار حسابرسی از رژیم ایران شدند. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. از صبح روز سه‌شنبه جمع زیادی از کارگران نیشکره هفت تپه در مقابل فرمانداری رژیم در شوش تجمع و تظاهرات خود را آغاز کردند. کارگران نیشکر هفت تپه سپس به سمت بازار شوش تظاهرات کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در پردیس مرکزی در همبستگی با کارگران هفت تپه و در حمایت از مطالبات و خواسته های آنها تجمع کردند. کارگران فولاد اهواز از صبح امروز 11 روز اعتصاب و تظاهرات خود را شروع کردند. این تظاهرات در مقابل استانداری رژیم و با وجود حضور گسترده ماموران انتظامی و امنیتی صورت گرفته است. همه کس ازای کردن، از رئیس جمهور بگید تا آخری سمت تو این مملکت. همه میدونن. ولی زهرا نمیدونن درد منه. کارگر چیه؟ حقوق، حقوق، حقوق. ایهاد منت الله. ایهاد منت الله. جمعی از کارگران کارخانه ها و کارگاه های مختلف ایران صبح امروز سه‌شنبه در خیابان انقلاب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار مطالبات خود شدند. کارگران تراکتهایی در دست داشتند که روی آن از جمله نوشته شده بود: اشتغال معیشت حق مسلم ماست و افزایش دستمزد حق مسلم ماست. کارگران سپس در خیابان انقلاب در تهران اقدام به راهپیمایی کردند. غارت شدگان کاسپیان در مشهد مقابل شعبه سروش این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان بازگرداندن پولهای به غارت رفته خود شدند. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان رشت در مقابل شعبه سرپرستی این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کردند. می‌جنگیم، 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 می‌جنگیم،
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم رژیم ایران به دلیل توطئه‌های تروریستی نوشت 150 تن از نمایندگان پارلمان خواستار برداشته شدن گام‌هایی برای حسابرسی از تهران شدند. خبرگزاری فرانسه افزود سرویس‌های امنیتی فرانسه نتیجه گیری کردند که فرماندهی عملیات در وزارت اطلاعات رژیم ایران دستور توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق ایران گروه اپوزیسیون را در حومه پاریس در ماه ژوئن داده است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.